من حتی جپ هم که میرفتم، ببین من برنامه سلام صبح بخیر رو اجرا میکردم و آره، ببینید همکاران ما در گروه گزارش که میخواستن برن جبهه از مناطق عملیاتی گزارش تهیه بکنن، این جزء وظایفشون بود. بالاخره 8 سال دفاع مقدس بود و جزء وظایف ما بود که بریم گزارش تهیه کنیم. ببین از اینجا حرکت میکردن، چون راه طولانی بود با ماشینای پاترول اون موقع میرفتن، یه شب میرفتن خرم آباد، اونجا میخوابیدن صدا و سیما. با سختی میرسیدن به جبهه. از خرم آباد میرفتن اهواز، یه شب هم اهواز میخوابیدن. شب سوم تازه میرفتن به قرارگاه خاتم الانبیا، یه شب هم اونجا میخوابیدن. برگه تردد به جبهه رو دریافت میکردن. روز چهارم تازه میرفتن تو خطوط عملیاتی. اما من به خاطر اینکه سلام صبح بخیر رو گزارش میکردم، از اینجا به ما 2 تا راننده میدادن که من مستقیم با هماهنگی که با قرارگاه خاتم الانبیا انجام شده بود و ستاد تبلیغات جنگ که اون موقع آقای خرازی مسئولش بود، ما مستقیم بدون اینکه بخوابیم در خرم آباد میرفتیم قرارگاه خاتم الانبیا شبانه. اونجا برگه تردد ما صادر شده بود. صبح من برای سلام صبح بخیر فردا از اونجا گزارش دادم. بیشترین گزارش های جبهه و جنگ رو من تو آرشیو صدا و سیما دارم. اما همونجا همون موقع آقای خاتمی، الان اونم ممنوع تصویره، برای شما مشکل پیش نیاد. نه خیر. دیگه همه به هم افتادیم دیگه. آقای خاتمی وزیر ارشاد بودن، تقدیر کردن به خاطر اینکه ما در همون جبهه و جنگ هم من گزارش های متفاوت، همه شوخی و خنده با رزمنده ها بود. و یعنی محمود شهریاری عوض نشده، همون که در مردم بچه ها در اونجا داشتن درباره اونا گزارش تهیه کردم. من به اونجا، اونجا باورید نمیشه، تو جبهه به بچه های رزمنده تو سنگر خط مقدم میگفتم آواز بخونن، میخوندن، ضبط بکردیم میآوردیم، میگفتیم این روحیه بچه های ما. خب همینو میخوام بدونم، یعنی محمود شهریاری همونه که سال 61 در جبهه گزارش تهیه میکرد. خب پس در اون صورت باید به مدیرای سازمان گفت که حساسیت‌هاشون نسبت به شما کمتر بکنن دیگه. آفرین آفرین، یه ذره ما رو مثل دیگران ببینن. از شبکه‌های خارجی که فارسی زبان هستن پیشنهاد کار بوده براتون؟ ببین همون موقع که به خاطر عروسی برادرم منو ممنوع کردن، شبکه‌های تلویزیونی که ما نداشتیم، رادیو داشتیم. از چندین رادیو تماس گرفتن که من برم اونجا و من نرفتم. من شعار نمیدم رضای عزیز، تو خودت منو میشناسی، مردم هم منو میشناسن، من شعار نمیدم، ولی من عاشق سرزمینم هستم. من وقتی که الان ورزشکارمون میره توی یه میدان جهانی قهرمان میشه و پرچم ایران رو روی پشتش میندازه و دور افتخار میزنه توی این زمین، گریم میگیره. من وقتی که به پرسپولیس میرم، به پاسارگاد میرم، گریم میگیره. و من وقتی این شکوه عظمت ایران بزرگمون رو میبینم، گریم میگیره. خدا شاهده گریم میگیره. و من عشق دارم به این سرزمین. من هر بلایی سرم بیارن، اینا که کمه، من هر بلایی سرم بیارن، من به دوستان عزیزمون در صدا و سیما حراست هر کاری میکنن بگم که هر کاری بکنیم من از این کشور نمیرم، من بالاخره اینجا هستم. خب اصلا یه ذره شفافتر پرسم، مگه کسایی که در تلویزیون های فارسی زبان دارن فعالیت میکنن ارق ملی ندارن یا گریهشون نمیگیره؟ من میگم نمیرم، من از این سرزمین نمیتونم جداشم. خدا شاهده به جان دخترم، من وقتی که برای یه هفته از ایران میرم، من روز پنجم ششم دلتنگ میشم، اصلا واقعا بیشتر از یه هفته رو نمیتونم تحمل. خب اگر الان صدا و سیما شما رو آزاد التصویر، این کلمات عجیب غریب، آزاد التصویرتون نکنه، خودتون میخواین چیکار بکنین؟ برنامه ریزی ندارین که محمود شهریاری تا کی میخواد از اعتبار چند سال قبلش بین مردم استفاده بکنه؟ ببین این اعتبار چند سال قبل نیست، البته صدا و سیما به ما، روی ما سرمایه گذاری کرده، ما به اینجا رسیدیم. من همیشه فکر میکنم که چرا ما رو کنار میذارن، چرا مثلا الان اسماعیل میرفخرایی، نمیدونم جواد آتش افروز،
این قدیمی ها چرا نباید باشن، اینا رو که مردم دوستشون دارن، اینا رو که مردم بهشون عشق میبرزن، الان ساله حالا چرا برنامه اجرا نمی کنه؟ ادبیاتش رو مردم دوست دارن، اصلا تو رادیو وقتی که این موج رو میچرخونیم میفهم اصلا از کلمش میفهمی که این ساله علاسه داره. آره اینا چرا نباید باشن؟ چرا همه چی باید شبیه هم دیگه باشه؟ الان پیچه رادیو رو باز میکنی ندونی کی داره باید صحبت میکنه، ادبیات هر کسی مشخص باشه، روش هر کسی، یعنی امیدوارید که برگردید به تلویزیون. حالا من اصلا اینو کار دارم، حالا امیدوار نیستم، بالاخره صلاح مملکت خیش خسروان دانن، اما من میگم که کار صدا و سیما مثل آدمیه که بیاد پول تو حسابش بریزه 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 بریزه، موجودش به یه حد قابل توجهی که رسید، دفترچه پسندازشو بندازه تو جوب آب. آقا ما اگر به یه جایی رسیدیم الان یه توجهی خدا رو شکر میگن هازا من فضل ربی، این هم توجه خداونده، به اینجا رسیدیم، این سرمایه گذاری صدا و سیما روی ما بوده، حالا چرا ما رو میندازین تو جوب؟ حالا انداختین تو جوب، من هیچ خدا شاهده هیچ وقتم نمیرم دنبال این که منو برگردونین، همیشه هم خودشون اومدن بالاخره ما رو برگردوندن، اما من میگم چرا باید این اتفاق بیفته؟ چرا باید این اتفاق بیفته؟ آیا سرمایه های یک سازمان نیروی انسانیشه یا اون دستگاه ها و نمیدونم دوربین ها و وسایلیه که شما تو ساختمونتون دارین؟ کدومش سرمایه است؟ اگر سرمایه انسانی مهمتره نگهش دارین. آخه ما الان حراست پرسنلی داریم در حراست سازمان، حراست پرسنلی فقط باید دنبال این باشه که ما چی کار کردیم، کجا چی رو گفتیم، اینا رو باشه، یا حراست پرسنلی این که از ما حفاظت بکنه، اگر حق ما یه جا دارن میخورن از ما نگهداری بکنه، از ما حراست بکنه، این کدومشه؟ الان هر دوش نباید باشه، فقط باید دنبال یک گیراوردن یه مسئله از ما باشن. من وسط فرمایشتون نیومدم که پیام روشن و شفافتون رو خطاب صدا و سیما بگیرم، و این در منافات با یه فیلمی ازتون دیدم که گفته بودی من که دیگه به تلویزیون کاری ندارم، پس کماکان در وجود محمود شهریاری این اونجا خونه ماست، ما اونجا بزرگ شدیم، مگه میشه آدم توجه نداشته باشه؟ این تو ذهنم مسئله بود، مگه میشه که شما مسئلتون نباشه؟ من از سربازی که اومدم تو تلویزیون، من بیشتر از این که تو خونه پیش پدر و مادرم باشم تو تلویزیون بودم، خدا شاهد رضای عزیز، اون موقعی که من تو رادیو بودم مدیر پشتیبانی رادیو یه جلسه ای گذاشت، گوینده ها و گزارشگرها رو جمع کرده بود، فقط وقتمون خیلی داره، آره گفت من یه کارت میخوام به شما نشون میدم، اون موقع ما ساعت میزدیم از این کارت های مستطیل شکل بود و اینا، گفت من میخوام یه کارت نشون بدم، زمان جنگ بود، نه اضافه کار میدادن، نه پولی بودجه داشت که اصلا توجه کسی رو بتونن جلب بکنن، گفتش که کارت منو بعد من دیدم درآورده، نوشت این دو برابر زمان ساعت کاریش توی سازمان بوده، دو برابر استانداردی که باید باشه، یک تقریان ما پول بگیریم، بودجه ای نبود، ما به این سازمان عرق داشتیم، من بیشتر از اینکه بچه پدر و مادر و دخترم و خانوادم باشم تو سازمان حالا امیدوارم که میشه انقدر آدم توجه نداشته باشه به این مسئله. قطعا همینطوره، فضای اون اصالتی که در کلام بود که اونجا خانه ماست، انقدر فضاش فضای امنی برای شما باشه، برای همه دوستانمون باشه که در خانه بتونن هنرنمایی بکنن و مردم هم لذت ببرن.